در روسیه شهروندی تاجیکستان را از 7 نفر کودکانش 20 ساعت جدا نمودند. روسیه شهروندان تاجیکستان به مهلت‌های دراز محکوم گردیدند. تاجیکستان یکی از فسادزده‌ترین کشورهاست. ازبکستان جلاد اندیجان مشاوری وزیر وزارت کارهای داخلی تعیین گردید. سنه 19 دکبری سال 2017 از طرف کارمندان پلیسی ولایت تومن فدراسیون روسیه شهروند تاجیکستان مادر سر فرزند حامله دار که نامش صناعت می باشد نامش تغییر داده شده است از خانه اش ربوده شد. در استقامتگاه شخصی 7 نفر کودکان که سن و سالشان از 1 تا 12 است به نظارت کلون سالان تنها موندند. چی طوری که سامانه اورا نقطه رو خبر می دهد، کارمندان پلیس به صناعت وعده دادند که پس از تفتیش سندهایش او را جواب خواهند داد. دو نفر کارمندان پلیس مرا با نقلیات خدمتی به باکس بردند که واقع در کوچه مکسیم گورکی جایگیر است. تلفن دستیم را به کودکان پرتافته رفتم. مبادا مرا جواب ندهند به شناسان زنگ بزنند. مادر نه پگاهی و نه روزانه برگشته نامد. بنابراین دختری کلونی به نزد شناسهایشان برفت. آنها کودکان را تعام داده تسکین دادند. مادری کودکان را ساعت 8 بگاهی روزی دیگر آزاد نمودند. چطوری که صناعت نقل نمود او را در باکس یک شبانه روز نگاه داشته برای خوردن کلچه های قندی و دوشیرک دادند. 7 نفر کودکان باشد در آن زمان در خانه تنها موندند. صناعت انیق نمود که از او طلب نمودند. جای بازداشته را که در آنجا او قرار داشت به هیچ کس خبر ندهد. گویا در خدمات پلیس قرار داشتن او قید نشده است. تولی 12 سال می شود که صناعت در تومن زندگی بسر می برد. در شکل قانونی در تومن از قید گذشتن امکانیت ندارد. به من میان روان تکلیف نمودند که سندهایم را برای سپاریدن به شهروندی فدراسیون روسیه کمک کنند، ولی حق خدمت به مقدار 70,000 روبل روسی طلب نمودند. من این قدر پول ندارم، میگوید مادری کودکان. چطوری که وکالت دارایی حقوق کودکان در ولایت تومن اندری استیپانوف خبر داد، احتمال است که با قرار دادگاه زن را با کودکانش از کشور دپورتاسیه کنند. در شعبه وزارت کارهای داخلی ولایت تومن آید حادثه رویداده معلومات داده نتوانستند و خواهش نمودند که برای تفتیش فکت های آورده شده درخواست رسمی ارسال نمایند. جواب درخواست تا حال نامده است. چطوری که اینترفاکس اطلاع می دهد، دادگاه حربی حوزه مسکو 6 نفر شهروند تاجیکستان را با عیب بافته شده گویا تیاری دیدن در صادر نمودن ترکیش در ناحیه لوبرتسای مسکو سال 2016 عیبدار دانسته به مهلت های از 12 تا 18 سال از آزادی محکوم کرد. решил принять участие на территории Сирийской Арабской Республики в деятельности международной организации исламское государство. عیبدار شوندگان در صادر نمودن جنایت عیبدار دانسته موافق جنایتشان با لطیپوف 12 سال، مومینوف 18 سال، سمردینی 18 سال، حسنوف 18 سال، حکمت اللهی 13 سال، یولداشف 12 سال از آزادی محروم نمودن در کالونی نظامش سخت جزا تعیین شود. قرار را روز پنجشنبه افاده نمود سودیا ایگر سیمین. طبق قرارنامه سودشوندگان با 6 ماده کدکس جنایی عیبدار دانسته می شوند. اینچنین اشتراک نمودن در تشکیلات تروریستی، غیر قانونی پیدا کردن و نگاه داشتن موادهای ترکنده عیبدار دانسته شدند. در رفت جرایان سودی دادستان طلب نمود که به عیبدار شوندگان از 12 تا 16 سال و پرداخت جریمه به مقدار 400,000 روبل روسی به هر یک عیبدار شونده جزا تعیین شود. یادرس میکنیم که سالهای آخر پرونده های جنایی بافته شده نسبت مهاجران مهنتی از جانب مقامات های قدرتی روس براه مانده شده است. کرمل مکانیزم حل همه نمود معماهای داخلی را کارکر نمود و همه نمود روحیه های اعتراضی را در جامعه با واسطه گویان خوف تروریسم برطرف نمود.
зеро воситаи мазкур мардуми Русияро бар зидди душмани умумӣ муттаҳид месозад. Тоҷикистон дар рейтинги Transparency International ба 10 нишондод фурӯ рафта, мавқеи худро бад намуд. Ҳамин тавр дар рейтинги қабули коррупсия Тоҷикистон аз мавқеи 151-ум ба мавқеи 161-ум фурӯ рафт. Ҳамагӣ рейтинги Transparency International 180 кишварро дар бар мегирад. Санаи 22 феврал ташкилоти байналмилалӣ оиди вокуниши коррупсия Transparency International 22 индекси қабули коррупсия соли 2017-ро нашр намуд. Дар индекси мазкур кишварҳои ҷаҳон бо ҷадвали аз 0 то 100 бал баҳогузорӣ карда мешаванд, ки дар инҷо 0 маънои дараҷаи баланди сатҳи қабули коррупсия ва ба таври мувофиқ дараҷаи ниҳоии коррупсионӣ будани мансабдорон дар сектори умумиро ифода менамояд. 100 бошад дараҷаи пасти қабули коррупсия буда, тибқи усули ташкилот маънои бидуни коррупсияро ифода менамояд. Ҳамин тавр, Тоҷикистон бо 21 хол дар 161-ум ҷой қарор гирифт. Дар рейтинги мазкур Тоҷикистон дар паҳлуи кишварҳои Чад ва Эритрея ҷойгир шудааст. Каме поинтар аз Тоҷикистон кишвари Туркманистон дар мавқеи 167-ум ҷой гирифт. Ӯзбекистон дар 157-ум, Қазоқистон дар 122-ум ва Қирғизистон бошад дар 135-ум ҷой қарор гирифт. Ҷолиби диққатон аст, ки соли 2017 дар Тоҷикистон даҳҳо кормандони баландпояи хадамоти зидди коррупсионӣ ба ҳабс гирифта шуданд, яъне муборизони коррупсия худ коррупсионер буданд. Дар машварати интихоботии ҳукумати Ӯзбекистон санаи 27 феврал Вазири Вазорати Корҳои Дохилӣ Пӯлод Бобоҷонов оиди ба мансаби мушовири худ таъин гаштани Алматов баёнот дод. Тибқи баъзе хабарҳо, Алматов вазифаи фаъолияти ҳамоҳангсозии мубориза алайҳи коррупсия дар хадамотҳои қудратиро бар ӯҳда дорад. Дар гузашта Зокир Алматов хадамоти Вазорати Корҳои Дохилиро 14 сол идора намудааст. Пас аз воқеаҳои андӯҳгини машҳури Андиҷон, ӯ аз вазифаи Вазири Вазорати Корҳои Дохилӣ сабукдӯш гаштааст. Алматов ҳама вақт ҳамсафи наздики Ислом Каримов ба шумор мерафт. Дар тӯли бар ӯҳда доштани мансаби Вазири Вазорати Корҳои Дохилӣ, сиёсати хомӯш намудани ҳувияти исломиро дар кишвар дастгирӣ намуда, дар амалӣ гардонидани ин сиёсат фаъолона иштирок варзидааст. Дар рӯйхати тасвибӣ, ки аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо пас аз ҳодисаҳои Андиҷон қабул гардидааст, номи ӯ рӯйхати 12 мансабдоронро сардорӣ мекунад, ки ба онҳо даромадан ба қаламрави Иттиҳоди Аврупо манъ шудааст. Ба гуфтаи тадқиқотчии Human Rights Watch дар кишварҳои Осиёи Марказӣ Стив Свердлов, Зокир Алматов ба чунон ҷинояти вазнин алоқадор аст, ки муддати кӯҳна шавӣ надоранд.